یک قصر و هزار دریچه. دوستای عزیز سلام، بازم وقت نشه برنامه یک قصر و هزار دریچه فرا رسیدم. خب دوستا، آیا درباره آثار باستانی چیز شنیدین؟ میفهمین که آثار باستانی چی را میگن و چی ارزش داره؟ این پرسش را به خاطر کردم که امروز لالو ماما به میمانای خود به این باره معلومات میده و همه قسم دریچه شعر خاطره را نیز خود شنیدیم. پس بین که برنامه را با هم یک جا بشنویم. ای تو چی کردی آیشه؟ اوف، کوزه ما شانه مفتید. اولا کوزه گا که مقبولم چه توتا شد. چرت تا خراب نکو، صبر که ما ای توتا گا کاش جمع کنم باز در قصر بلالو ماما میتم. چی؟ ای کوزه شکسته را در قصر میبری باز بلالو ماما میتیش؟ لالو ماما ای توتا شکسته را چی کنه؟ چرا؟ به خیالم که یادت رفته، همی یک روز که لالو ماما در موزیم قصر برده بودیم یادت است که در اونجا توتای شکسته، کوزه، توتای خشت و غیره چقدر در صندوقا بود. خو حال یادم آمد، اما توتای چیزای گلی و دیگه چیزا که بود باز لالو ماما گفت که اینا آثار باستانی و آثار تاریخی هستن. آثار تاریخی چی را میگن؟ من خود زیاد نفهمیدم. خب یک بریم در این بار از لالو ماما پرسان کنیم که آثار تاریخی و آثار باستانی چی را میگن. خی باش که ای توتگکای کوزه را که تا خود بگیرم. نه آل توی ربان کلالو ماما سر ما خنده خواد کرد. اول خوب علم خدا بیاریم، بعد از او هرچی که میکنی بکن. صحیح است، خی باش که امی واسکت خدا بپوشم. نه برا که بره. جمال اونو لالو ماما نیست؟ آه خودش است. ای نه، خوب شد ما نزدیکش رسیدیم. سلام علیکم لالو ماما. و علیکم السلام، ماندنه باشین، خوش آمدین میمانای گله. خودت ماندنه باشی لالو ماما. لالو ماما، باغچه قصر چقدر مقبول شده، چی خوب بوی گلا است. خودت چطور اینجا آمدی؟ اما تو با چکر بر آمدم، گفتم باش که یک تفریح کنم. لالو ماما، امروز بخیالم که ما را داخل قصر نمیبری. چرا نمیبرم اتان؟ بیاییم که بریم. درست است، برو که بریم. چرا خنده میکنی عایشه جان؟ بخیالم که کدام فکایی یادت آمد چطور؟ نه لالو ماما، فکر یادم نامد. صبح کوزه میده شد، جمال تیز توتایش جمع کرد، اما یادم آمد خنده ایم گرفت. کجایی کار دگه خنده داشته؟ جمال جان، تو توتای شکسته کوزه را چی کار داشتی؟ لالو ماما، جمال توتای کوزه را می آورد که در موزیم قصر بانه. بخیالم که او کوزه آثار تاریخی بود. آثار تاریخی چی است لالو ماما؟ ما در موزیم قصر بسیاری رقم چیزها را دیدیم. جمال جان، او توتای چیزای گلی و یا سفالی را که در اونجا دیدی کلش آثار تاریخی یا باستانی است. لالو ماما، ماما میگه پای تو را به جمال گفتم، خسر جمال خلاص نشد. راستی خدا خودمان چندان نفهمیدم که چی را میگه. اگه در این باره کم معلومات بدی خوب میشه. معلومات خود 100% برتان میتم. خود صبر کنین کمی موبایل ما بکشم که ایرام روشن کنم که در ای باره دوستایتان چی گفته. حالا دیگه لالو ماما، زود شو بر ما بشنوان. درست است، اینه روشنش کردم. این اسم من سر جمعه از ولایت بامیان. آثار باستانی اثر تاریخ ما است، یعنی نشان میده که ما چی بودیم چی هستیم. نام خورشید است، از کابل هستم. به نظر من چیزایی که از وقتا باقی مانده اونم چیزا را ما آثار تاریخی میگیم. مثلا از پاچه های ما چیزایی که مانده از وقت قبل، اینا را ما آثار تاریخی. آثار باستانی یک چیز باقی مانده از گذشته ها به ما مانده که یک تاریخ خوب را به ما بیان میکند. لالو ماما، اونا مثل ما چندان صحیح نمیفهمیدن. خیر از دمی باره با ما یک دریچه واس کو. نه دریچه را براتان باز نمی کنم. چرا لالو ماما؟ برای چی دریچه را باز نمی کنی؟
میمان های گلم، برین که با موزیم قصر بریم. اونجا از مسئول قصر دایی بارا پرسان میکنیم. درست از لولو ماما، برو که بریم. اجازه از استاد که داخل بیم. چرا نی لالو بیادر؟ بیم داخل بیم. سلام علیکم. و علیکم السلام، مانده نباشین، خوش آمدین. خودت مانده نباشی، بخیر باشی. لالو بیادر، خودت هم مانده نباشی. سلامت باشی استاد. چطور که یاد ما کردین؟ استاد جان، اینا میمان های ما هستن، درباره آثار باستانی از ما سوال داشتن. ما هم پیش خودت آوردمشان که در این باره برشان معلومات بتین. چرا نه؟ من در خدمت هستم. خب اول بیاین دینی چوکی ها بشینین. اینه شیشتیم. باش که ما براتانی از این ترموز یکان گلاس چای گرم بیندازم. نه زنده باشی، خودت ننداز. ترموز برای ما بده، من مندازم. درست است، اینه بگی. اینه بگی لالو ماما، این پیاله از خودت. اینی پیاله دگام از جمال، باش که اینی پیاله که بر خودم بندازم. اینه میمون های گلم، ای استاد که از استاد باستان شناسی است و اینجا در موزیم قصر مسئول است. درباره آثار باستانی یا آثار تاریخی هر سوالی که دارین آزادانه ازش سوال کده میتونین. استاد، آثار تاریخی یا آثار باستانی با کدام چیزا گفته میشه؟ آثار تاریخی یا آثار باستانی بعضی چیزهای مختلف و مکانهای قدیمی است که از بسیار سابقه به جای ماند که از طریق او میتونیم درباره زندگی، فرهنگ و عنانات مردم قدیم و رسم و رواجایشان معلومات پیدا کنیم. اما قسم که از این طریق میتونیم در مورد زندگی و رسم و رواجهای مردم سابق معلومات پیدا کنیم، بمو شکل از قدامت و ارزش ای آثار قدیمی نیز چیزهای میفهمیم که از لحاظ اقتصادی و فرهنگی چقدر ارزش دارد. استاد جان، شما گفتین که آثار تاریخی بسیار ارزش فرهنگی و ارزش اقتصادی دارد. این گپ چی معنا دارد؟ من خود صحیح نفهمیدم. ارزش فرهنگی به این معنا که آثار تاریخی از یک فرهنگ بسیار سابقه و رسم و رواج‌های بسیار سابق به شکل نمونه باقی مانده. به همین خاطر مردم هر کشور با دیدن موزیم ها می آیند تا درباره عنانات مردم و رسم و رواج ها معلومات پیدا کنند. باز ارزش اقتصادیش چی است؟ ارزش اقتصادی به این معنا که آثار تاریخی و اشیای باستانی به شکل نمونه است که بسیار قیمتی است. کسی که با دیدن این موزیم ها می آیند یک اندازه پیسه از پیشان گرفته می شد و به می شکل بخاطر بدوباششان مردم جای ها بازارها را جور می کنند کمی خودش ارزش اقتصادی است. استاد، شما گفتین که آثار تاریخی و اشیای باستانی و مکانها، من درست نفهمیدم. خوب گوشه تدیگی. مکانها و اشیا را به این شکل هم تعریف کرده میتونیم. آثار باستانی به دو شکل است، منقول و غیر منقول. منقول چیزی است که قابل انتقال باشد، یعنی از یک جای به جای دیگر انتقال داده بتانیم، مثل پیسه آهنی، اسباب جنگی، اشیای گلی، وسایل سنگی، کتاب‌های قدیمی که معمولاً در تمام کشورها یک قسم اسباب به شکل بسیار خاص نگهداری میشه. و غیر منقول چه قسم است استاد جان؟ غیر منقول او هست که او را انتقال داده نتانیم، مثل قلعه‌های تاریخی و باستانی، منارهای تاریخی و باستانی، پارک‌ها و مجسمه‌های تراش شده و غیره. استاد جان، با ما یک سوال دیگه خلق شد. سوالت در دلت نگاه نکو، استاد کل معلومات برات میده. مایی را پرسان میکدم که یک قسم اشیا را چه قسم آدم مشناسه که یه آثار تاریخی است. بسیار خوب سوال کردی عایشه جان. بخاطر شناختن آثار باستانی در تمام دنیا در ادارات تحصیلیشان به شکل خاص درس میخوانند و افرادی که در این بخش درس میخوانند و تحصیل میکنند باستانشناسان برشان گفته میشه. باستانشناسان به خاطر شناختن آثار تاریخی و باستانی به شکل تخصصی آموزش میبینند و می شکل به خاطر هر اثر تاریخی زیاد تحقیق میکنند تا که ثابت کنند که اثر به دست آمده مربوط کدام زمانه میشه. استاد جان، در وطن ما افغانستان کدام آثار مشهور تاریخی است یا نه؟ بله، در افغانستان بعضی آثار باستانی مشهور مثل تخت رستم در ولایت سمنگان، منارهای غزنی، بالاحصار کابل، مسجد جامع و منارهای مصلای ولایت هرات، مجسمه بودا در بامیان،
دیوارای تاریخی بلخ، منار جام غور و مثلی بسیار جاهای دیگه است. همچنان در موزیمای وطن ما بسیار چیزهای زیاد است که از قدیم باقی مانده و در این موزیم بعضی چیزهای دیگه هم است که اگه کدام وقت دیگه آمدین براتان دبارهش معلومات میتونم. خیلی بینی استاد جان. سلامت باشی استاد جان که به میمانای ما اتو معلومات خوب دادی. اگه کدام سوال دیگه داشته باشین پرسان کده میتونین. خیر ببینی جواب کل سوالای ما را گفتی. حالا دیگه اگه اجازت باشه ما هم از پیشت میریم. برین پیش رویتان خوبی. حالا فهمیدم که آثار تاریخی و باستانی چیزایی را میگن که از بسیار سابقا مانده باشه. آثار تاریخی به دو رقم است، منقول و غیر منقول. منقول مثل سکه های آینی، وسایل جنگی، اشیای شیشه‌ای و سنگ های قیمتی. غیر منقول مثل پارک های قدیمی، باغ های قدیمی، برج های قدیمی، قصرها، مناره ها، آبدات قدیمی و غیره. منقول به این معنا که انتقال داده شود و غیر منقول مثل مکان هایی که قابلیت انتقال نداشته باشد. اگر آثار تاریخی درست نگهداری شود، بسیار ارزش فرهنگی و اقتصادی داره. نام خدا، شما خو بسیار چیزها را یاد گرفتین. حالا لالا ماما، ما خو کل چیزایی که امروز در برنامه یاد گرفتم با دوستای ما میگم. من به خوار خود نایم کل چیزایی را که یاد گرفتم میگم. لالا ماما، حالا دیگه اگه دریچه را باز کو که اگه کدام همسن سال ما کدام شعر یا خاطره داره به ما بگویه. چرا نمیمان های گلم؟ ای شما ویام داری چه؟ رفیع الله استم از چهار آسیا. ما کسب ما اینگری بوده که یک چند سال قبل از یازنه ما یک چیز شریکش بوده که موتارش نیوارسالش خراب بوده. رفت نیوارسال نو آورد بر ما گفت که نیوارسالش آواز کو این نو ده جش بسته کن. ما که وقت نیوارسال آواز کدم از فکر ما رفت که زیر تایر زی سنگ بانم. نیوارسال که تایلوار دادم که وقت خطا خورد زیر موتر خودم بودم که خود تاو دادم که ایسه موتر در این پایم چسبید. موتر سر پایم که بالا شد پایم از این قسمت مایده شد. باز ما چغ زدم که چغ زدم هم یا آمدن هم 20-25 نفر بودن. باز این موتر از سر پایم گرفت و سماندن مرا زیرش کشید. ما خو امروز در قصر بسیار چیزها را یاد گرفتم. چیزهایی که از زمانهای سابق مانده باشه او را آثار باستانی یا آثار تاریخی میگن. داشتن آثار تاریخی به یک کشور زیاد فایده اقتصادی و فرهنگی میرسانه و باید از او خوب نگهداری شود. آفرینتان، ولی فکرتان باشه که تنها وظیفه دولت ها و حکومت ها نیست که این چیزهای تاریخی را نگاه کنه. وظیفه خود مردم هم است که در مناطقشان هر چیز یا آبده تاریخی را یا منارهایی که از سابق بجا مانده باشه در حفظ و نگهداری و کوشش کنند. لولو ماما، حالا اگه اجازت باشه ما هم دیگه میریم که سرمانها وقت نشه. درست است میمانکای گلم. خوخای خدافظ لولو ماما. برین پیش رویتان خوبی میمانکای گلم. دوستای عزیز، این برنامه قصر و آزار دری چرا که شنیدین را مؤسسه تعلیمی افغانستان محمد انوار اندر نوشته و شهباز الدین بکتاش براتان ترجمه کرده بود.